هنگام خواندن نماز فکرم بسیار مشغول می شود، چیکار کنم؟ حضور قلب در واقع یه امر ارادیه، بله، یه امر اختیاریه، به اختیار خود انسانه. چطور آب خوردن به اختیار انسانه، چطور غذا خوردن به اختیار انسانه. به دست آوردن حضور قلب در نماز هم این در اختیار خود انسانه. جدیت میخواد، سعی میخواد، تمرین زیاد میخواد. از قبل از نماز انسان خودش را مهیا کنه برای حاضر شدن در نماز. این از قبل نماز بفهمه که الان من بناس طهارت به دست بیارم، بناس وضو بگیرم، بناس برم در محضر خدای عزوجل باشم، با او راز نیاز بکنم. از قبل نماز فکرن خودش را چی؟ خودش را متوجه نماز بکنه. قبل از نماز زبانش را به ذکر عادت بده، الله اکبر بگه، الحمدلله بگه، سبحان الله بگه، لا حول ولا قوت الا بالله بگه، بله، صلوات بفرسته. تا وقتی که شروع کرد به نماز از قبل چی بوده؟ مهیا بوده، از قبل آماده بوده. بله. اموری در به دست آوردن این حضور قلب دخالت دارن. اینا رو من باید این امور را در وجودم داشته باشم، بله، تا نمازم نماز با توجهی باشه. یکی از اون امور خوردن روزی حلال، رزق و روزی حلال خیلی تأثیر داره در استجابت دعا و تأثیر داره در ارتباط محکم داشتن با خدای عزوجل و در نماز باعث حضور قلب من میشه. در تلاوت قرآن باعث حضور قلب من میشه، در خوندن دعا باعث توجه من میشه. پس بنابراین انسان باید مراقب لقمه ای باشد که تناول میکنه. با لقمه حرام و لقمه شبهناک توقع داشتن حضور قلب را من نباید داشته باشم. بله، حضور قلب اون وقتیه که این لقمه حلال باشد، با بسم الله الرحمن الرحیم در جوف من قرار بگیره، تبدیل به نور بشه، وقت ارتباطم با خدا میشد محکم، میشد قوی. بله. دیگر این که علمم نسبت به نماز باید بیشتر بشه، باید بدونم الحمدلله رب العالمین یعنی چی. وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه؟ اگر من توجه داشته باشم به معانی نماز، قطعا حضور من بیشتر خواهد شد. دیگر این که در اول وقت نماز بخونم. اول الوقت روایت می‌فرماید اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. اگر نماز آخر وقت خونده بشه مورد مغفرت خداوند انسان قرار میگیره، اما اگر اول وقت خوند رضوان خدا شامل حالش میشه. و رضوان من الله اکبر، که رضوان از بهشت بالاتره. از اول وقت انسان سعی کنه برنامه ریزی کنه در زندگیش. مجرد این که گفت الله اکبر در هر سه وقت، هر کاری که دارد بذارد کنار، ارتباطش با خدا حفظ کنه، این کم کم حال توجهش را بیشتر میکنه. و دیگر این که متوجه بشیم با کسی داریم گفتگو میکنیم، رازی نیاز میکنیم که از پدر و مادر برای ما مهربان تره، از هر کسی به ما نزدیکتره، از رگ حیاتی ما هم به ما نزدیکتره. هو اقرب الیکم من حبل الورید، از شاهرگ وجود انسان به انسان نزدیکتره. انسان به این مطلب اگر توجه داشته باشد انشاءالله کم کم حالت حضور قلب پیدا میکنه. گاهن شنیده میشه که یکی از ائمه را در نظر بگیریم برای این کار. بله، این روایت داره.
این روایت دارد برای اینکه انسان محدوده و واقعا امکان درک خدای بی منتهای نامحدود برای او نیست. یکی از اولیاء خدا را، یکی از ائمه خدا علیه السلام، یکی از معصومین را مد نظر بگیرد، امام هشتم علیه السلام را مد نظر بگیرد و بگد الله اکبر، امام حسین علیه السلام را مد نظر بگیرد بگد الله اکبر، این حضور قلب انسان را بیشتر میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه، ایشون خدمت شما عارضم، عموزاده مرحوم میرزا مهدی، آیت الله میرزا مهدی شیرازی بودن. ایشون وقتی میخواستن نماز بخونن قبل از تکبیر میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام به امام حسین علیه السلام میدادن و بعد میگفتن الله اکبر. این باعث حضور قلب انسان میشه.